به نام خداوند بخشنده مهربان. دنباله سوره طه از آیه 97 آن را در نوار شماره 15 از ترجمه قرآن کریم به آگاهیتان می رسانم. تنها خدای شما آن یگان خدایی است که جز او هیچ خدایی نیست و به همه ذرات هستی وجود علمش محیط است. و ما مانند شرح حال موسی اخبار گذشتگان دیگر را نیز برای تو حکایت خواهیم کرد و از نزد خود برای یادآوری قرآن را به تو عطا کردیم و هر کس از آن اعراض کند روز قیامت بار سنگینی از گناه را به دوش خواهد گرفت. او در عذاب آن اعمال زشت مخلد است و سخت بار اعمال زشتی را در قیامت به دوش گرفته است. آنها از هول و حراس آن روز روز قیامت با یکدیگر آهسته زیر لب گویند که ای افسوس، 10 روزی بیش در حیات دنیا درنگ نکردیم و نعمت ابدی بهشت را برای دنیای فانی از دست دادیم. ما به آنچه آنها میگویند بهتر آگاهیم که از آن بدکاران بهتر و درستترینشان به آنها از روی حسرت خواهد گفت روزی بیش درنگ نکردید، دریغا چه زود عمر در شهوت و معصیت بگذشت و جرم و عقابش باقی ماند. ای رسول، از تو هرگاه پرسند که کوه‌ها در روز قیامت چه می شود جواب بده که خدای من کوه‌ها را چنان از بنیاد برکند که خاک شده و خاکش برباد دهد، آنگاه پست و بلندی های زمین را چنان هموار گرداند که در آن دیگر ابداً هیچ بلندی و پستی نخواهی دید و خلایق همه از پی کسی که آنها را به راه مستقیم به عرصه قیامت دعوت کند یعنی اسرافیل ناچار خواهند رفت و صداها پیش خدای رحمان خاشع و خاموش گردد که هیچ کس جز زیر لب و آهسته صدایی نخواهد شنید. و در آن روز شفاعت هیچ کس سود نبخشد جز آن کس که خدای رحمان به او رخصت شفاعت داده و سخنش پسند او گردیده. و خدا به علم ازلی بر همه آینده و گذشته خلایق آگاه است و خلق را هیچ به او احاطه و آگاهی نیست. و بزرگان عالم همه در پیشگاه عزت آن خدای توانا ذلیل و خاضع اند و در آن روز هر که بار ظلم و ستم به دوش دارد سخت زبون و زیانکار است. هر کس به خدا ایمان دارد و اعمالش نیکوست از هیچ ستم و آسیبی بیمناک نخواهد بود. و ما این گونه قرآن را با فصاحت عربی بر تو فرستادیم و در آن وعده ها و احوال قیامت را تذکر دادیم باشد که مردم پرهیزکار شوند یا به پندی از نو یادآوری شوند. پس بلند مرتبه است و بزرگوار خدایی که به حق و راستی پادشاه ملک وجود است. و تو ای رسول، پیش از آن که وحی قرآن تمام و کمال به تو رسد تعجیل در تلاوت و تعلیم آن مکن و دائم بگو پروردگارا بر علم من بیفزا. و ما با آدم عهدی بستیم که فریب شیطان نخورد، اما در آن عهد او را استوار و ثابت قدم نیافتیم. هنگامی که فرشتگان را گفتیم به آدم سجده کنید همه سجده کردند جز شیطان که امتناع ورزید. آنگاه گفتیم ای آدم، محققا بدان که این شیطان با تو و جفتت دشمن است، هوشیار باش که مبادا شما را از بهشت بیرون آرد و از آن پس به شقاوت و بدبختی گرفتار شوید. همانا برای تو در بهشت هر گونه غذا و لباس مهیاست، نه هرگز آنجا گرسنه شوی و نه برهنه و عریان مانی.
و نه هرگز در آنجا به تشنگی و گرمای آفتاب آزار بینی. باز با این همه سفارش شیطان در او وسوسه کرد و گفت ای آدم، آیا میل داری تو را بر درخت ابدیت و ملک جاودانی دلالت کنم؟ آدم پرسید آن کدام است؟ شیطان گفت همان درختی که از آن ممنوع شدی، بخور تا عمر ابدی یابی. پس آدم و حوا فریب خورده و از آن درخت تناول کردند و بدین جهت لباسهای بهشتی از تنشان دور و عیوب و عورت آنها در نظرشان پدیدار شد و خواستند تا از برگ درختان بهشت خود را بپوشانند و آدم نافرمانی خدای خود کرد و گمراه شد. سپس خدا توبه او را پذیرفت و هدایتش فرمود و به مقام نبوتش برگزید. آنگاه خدا به آدم و حوا و شیطان فرمود اکنون از عالی رتبه بهشت همه فرود آیید که برخی از شما با برخی دیگر دشمنید، تا چون از جانب من برای شما راه نمایی بیاید، هر که از راه من پیروی کند نه هرگز گمراه شود و نه ذلیل و بدبخت گردد، و هر کس از یاد من اعراض کند همانا در دنیا معیشتش تنگ شود و روز قیامتش نابینا محشور کنی. او در آن حال گوید الها چرا مرا نابینا محشور کردی و حالان که من در دنیا بینا بودم؟ خدا به او فرماید آری، چون آیات ما برای هدایت تو آمد همه را به طاق فراموشی و غفلت نهادی، امروز هم تو را ملائکه رحمت فراموش و بی بهره خواهند کرد. و همچنین ما در دنیا هر کس را که ظلم و نافرمانی کند و ایمان به آیات خدا نیاورد مجازات سخت می کنیم، و آنکه هنوز عذاب آخرتش سخت‌تر و پاینده‌تر خواهد بود. آیا این کفار از مشاهده حال توایف بسیاری از گذشتگان که ما همه را هلاک کردیم و اینان در منازل و امارت آنها رفت آمد می کنند عبرت و پند نگرفتند و هدایت نیافتند؟ احوال گذشتگان برای خردمندان بسیار مایه عبرت و آیت هدایت است. اگر نه این بود که سخن پروردگار بر این کار سبقت یافته که کافران و بدکاران این امت در قیامت به کیفر رسند، همانا در دنیا بر آنها عذاب لزوم می‌یافت. پس تو ای رسول بر آنچه امت جاهل بر انکار و طعن تو می‌گویند صبر و تحمل پیش گیر و خدای را پیش از طلوع خورشید و بعد از غروب آن و ساعاتی از شب تار و اطراف روز روشن ستایش و تسبیح گو، تا باشد که به مقام رفیع شفاعت خوشنود شوی. و ای رسول ما، هرگز به متاع ناچیزی که به قومی کافر و جاهل در جلوه حیات دنیای فانی برای امتحان داده ایم چشم آرزو مگشا و رزق خدای تو بسیار بهتر و پاینده تر است. تو اهل بیت خود را به نماز و طاعت خدا امر کن و خود نیز بر نماز و ذکر حق صبور باش. ما از تو روزی کسی را نمی طلبیم، بلکه ما به تو و دیگران روزی می دهیم، و بدان که عاقبت نیکو مخصوص پرهیزکاری و تقواست. کافران گفتند چرا محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیت و دلیلی روشن بر ثبوت خود از جانب خدا برای ما نمی آورد؟ آیا آیات کتب پیشین چون تورات و انجیل که در همه ذکر اوصاف نبوت هست بر آنان نیامد؟ چرا باز ایمان نیاوردند؟ و اگر ما پیش از فرستادن پیغمبر کافران و مشرکان قریش را همه به نزول عذاب هلاک می کردیم، البته آنها می گفتند پروردگارا چرا بر ما رسولی نفرستادی تا از او پیروی کنیم که این ذلت و خاری برای ما پیش نیاید؟ بگو ای رسول ما، بگو اکنون که رسول حق آمد و با او از در مخالفت در آمدید، مترصد و منتظر امر خدا باشید که به زودی خواهید دانست ما و شما کدام یک
به راه مستقیم سعادت رفته و طریق هدایت یافته ایم و کدام یک به راه جهل و شقاوت شتافته ایم. در اینجا سوره طه که شامل 135 آیه بود به پایان می رسد. در دنباله ترجمه فارسی قرآن کریم در نوار 15 می رسیم به سوره انبیا که در مکه معظمه نازل و مشتمل بر 112 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. روز حساب مردم بسیار نزدیک شد و مردم سخت غافلند و اعراض می کنند، یعنی هرچه از عمر می گذرد مردم به مرگ نزدیکتر می شوند ولی علاقه آنها به دنیا و قفلتشان از آخرت بیشتر می شود. این مردم غافل هیچ پند و موعظه‌ای از جانب پروردگارشان نپذیرفتند جز آن که به بازی دنیا و لهو و لعب عمر می گذرانند. با آنکه خبر قیامت را شنیدند باز دلهاشان به لهو و بازیچه متوجه است و مردم ستمکار پنهان و آهسته با یکدیگر میگویند آیا این شخص که خبر از قیامت میدهد جز آن که بشری مانند شماست که محکوم خرد و خواب و لوازم دیگر بشریت است، چرا شما که مردمی بصیر و دانا هستید سحرهای او را معجز شمرده و سخنش را میپذیرید؟ ای رسول ما، بگو خدای من هر حرفی که خلق در آسمان و زمین گویند همه را می داند که او خدای شنوا و داناست. لکن این مردم غافل نادان گفتند که سخنان قرآن خواب و خیالی بی اساس است. بله، محمد صلی الله علیه و آله و سلم که به این قرآن دعوی نبوت می کند شاعر بزرگی است که این کلمات را خود فرا بافته است و از دروغ به خدا نسبت می دهد، وگرنه باید مانند پیغمبران گذشته آیت و معجزه ای برای ما بیاورد. پیش از مردم مکه هم ما اهل شهری که ایمان به خدا و قیامت نیاوردند همه را هلاک کردیم. آیا اهل مکه ایمان خواهند آورد تا مگر از هلاک و عذاب خدا برهند؟ و ما پیش از تو کسی را به رسالت نفرستادیم جز مردان پاکی را که به آنها هم مانند تو وحی فرستادیم. ای رسول ما، به امت بگو که شما خود اگر نمی دانید بروید و از اهل ذکر و دانشمندان امت سؤال کنید. و ما پیغمبران را بدون بدن دنیوی قرار ندادیم تا به غذا و طعام محتاج نباشند و در دنیا همیشه زنده بمانند، بلکه آنها همچون سایر بشر عزای جسمانی و مرگ خواهند داشت. پس ما به وعده ای که به آنها دادیم وفا کردیم و آنان را با هر که خواستیم از شر دشمنان نجات دادیم و مصرفان ظالم را هلاک گردانیدیم. همانا ما به سوی شما امت کتابی که مایه شرافت و عزت شماست فرستادیم. آیا نباید در این کتاب بزرگ تعقل کرده و حقایق آن را فهم کنید؟ و چه بسیار مردم مقتدری در شهر و دیارها بودند که ما به جرم ظلم و ستمکاری آنها را در هم شکسته و هلاک ساختیم و قومی دیگر به جای آنها بیافریدیم. پس هنگامی که آن ستمکاران عذاب ما را به چشم مشاهده کردند از آن دیار رو به فرار نهادند. در آن حال به آنها خطاب شد که مگریزید که گریز فایده ندارد، بلکه رو به خانهای خود آرید و به اصلاح فسادکاری های خیش که روزی ممکن است از آن بازخواست شوید بپردازید. در آن هنگام ظالمان به حسرت و ندامت گفتند ای وای بر ما که سخت ستمکار بودیم، و پیوسته همین گفتار حسرتبار بر زبانشان بود تا آنکه ما همه را طعمه شمشیر مرگ و هلاکت ساختیم. ما آسمان و زمین و آنچه بین زمین و آسمان است به بازیچه نیافریده ایم، و اگر ما می‌خواستیم جهان را به بازی گرفته و کاری بیهوده انجام دهیم می کردیم. احدی را هم بر ما قدرت اعتراض نبود، لکن چنین نیست، بلکه هرچه آفریده ایم طبق حکمت و مصلحت است.
بلکه ما همیشه حق را بر باطل غالب و فیروز می‌گردانیم تا باطل را محو و نابود سازد. و وای بر شما مردم جاهل که خدا را به کار باطل و بازیچه وصف کنید و بدانید که هرچه در آسمان ها و زمین است همه ملک خداست و فرشتگان و ارواح قدسی که در پیشگاه حضرتش متقربند هیچگاه از بندگیش سرپیچی نکنند و از عبادتی که به شوق و رغبت می کنند هرگز خسته و ملول نشوند. همه به شب و روز بی آنکه هیچ سستی کنند به تسبیح و ستایش او مشغولند، بلکه این مردم مشرک نادان خدایانی از سنگ و خاک و چوب و آهن همین زمین برگرفته و آنها را جان آفرین پندارند. اگر در آسمان و زمین بجز خدای یکتا خدایانی وجود داشت، همانا خلل و فساد در آسمان و زمین راه می‌یافت. پس از نظم ثابت عالم بدانید که پادشاه ملک وجود خدای یکتاست و از اوصاف و اوهام مشرکان جاهل پاک و منزه است و او بر هر چه می کند حاکم مطلق است و بازخواست نشود، ولی خلق از کردارشان بازخواست می شود. و ما هیچ رسولی را به رسالت نفرستادیم جز آنکه به او وحی کردیم که به جز من خدایی نیست، تنها مرا به یکتایی پرستش کنید و بس. و مشرکان گفتند که خدای رحمان دارای فرزند است. حاشا، خدا پاک و منزه از آن است، بلکه کسانی را که مشرکان فرزند خدا پنداشتند همه بندگان مقرب خدا هستند که هرگز پیش از امر خدا کاری نخواهند کرد و هرچه کنند به فرمان او کنند و هرچه از ازل کرده و تا ابد می کنند همه را خدا می داند و هرگز آن مقربان درگاه از احدی جز آن کسی که خدا از او راضی است شفاعت نکنند و آنها دائم از خوف قهر خدا هراسانند. هر کس از آنها بگوید خدای عالمم و آفریننده مطلق، ما او را به آتش دوزخ کیفر خواهیم کرد که ستمکاران را البته چنین مجازات می کنیم. آیا کافران ندیدند که آسمانها و زمین بسته بود، ما آنها را بشکافتیم و از آب هر چیز برازنده گردانیدیم؟ چرا باز به خدا ایمان نمی آورند؟ یا آنکه کرات عالم در ذرات همه یکی بودند و خدا به علم خیش آنها را از هم جدا کرد و حیات استقلال و حرکت و نظم خاص و وجود مخصوص بخشید و در نظام کل همه را با هم مرتبط ساخت؟ این کار خدای با علم و قدرت است، نه کار اتفاق و طبیعت. پس چرا مردم طبیعت پرست باز به خدا ایمان نمی آورند؟ در روی زمین کوه‌های استوار قرار دادیم تا خلق را از استراب حفظ کند و نیز راه‌ها در کوه‌ها و جاده‌ها در زمین برای هدایت مردم مقرر فرمودیم و آسمان را سقفی محفوظ و طاقی محکم آفریدیم و این کافران غافل از مشاهده آیات آن اعراض می‌کنند. و اوست خدایی که شب و روز خورشید و ماه را به قدرت کامل بیافرید که هر یک به امر خدا در مدار معینی سیر می کنند و ما به هیچ کس پیش از تو عمر ابد ندادیم تا به تو دهیم. آیا با آن که تو که محبوب و مقربترین بنده مایی و خواهی مرد دیگران به دنیا زنده مانند؟ هر فردی در عالم رنج و سختی مرگ را می چشد و ما شما را به بد و نیک مبتلا کرده تا بیازماییم و هنگام مرگ به سوی ما باز می گردید. و کافران هنگام ملاقات تو سخت تو را به استهزا گرفته و گویند آیا این شخص است که بتان را که خدایان ما هستند به اهانت و بدی یاد می کند؟ و ای رسول ما بدان که محققا آنها به ذکر خدا و کتاب آیات او کافر هستند و خدای مهربان را نشناختند. آدمی در خلقت و طبیعت بسیار شتابکار است. ای مردم، ما آیات خود را به زودی به شما می نمایانیم، تعجیل مدارید که هر کار بر وقت معین انجام خواهد گرفت. و کافران منکر قیامت
بر تو و اصحابت به اعتراض و انکار میگویند این وعده قیامت اگر راست میگویید کی خواهد بود؟ اگر کافران بدانند وقتی که آتش دوزخ هر طرف از پیش روی و پشت سر به آنها احاطه میکند که نه خود دفع آن توانند و نه کسی یاری آنها کند، آن وقت از قیامت و زمان آن آگاه میشوند. در دنباله سوره انبیا آیه 39 آن چنین میخوانیم: بلکه واقعه مرگ و قیامت ناگهانی فرا رسد و آنها را مبهوت و حیران کند که نه قدرت بر رد آن داشته و نه بر تأخیر آن مهلتی توانند یافت و همانا مردم از جهل و شقاوت بر رسولان پیش از تو نیز بسیار تمسخر و استهزا کردند تا آنکه کیفر آن استهزا عذاب خدا گردید و به آنها احاطه کرد. ای رسول ما به خلق بگو کیست به جز آن خدای مهربان که شما را در شب و روز محافظت می کند و از خطرهای عالم نگاه می دارد. ولی این مردم با آنکه مهربانی خدا را می دانند باز از یاد خدای خود اعراض می کنند. آیا برای این مشرکان غیر ما خدایانی هست که بتوانند عذاب ما را اینان منع کنند؟ در صورتی که آن خدایان نه هیچ قدرت بر دفاع از خود دارند و نه آنها را از قهر ما قادری حمایت تواند کرد، بلکه تنها ما ایم که این مردم و پدران پیشینیانشان را متمتع به نعمتهای دنیا کردیم تا آنکه عمر دراز کردند و بت‌هایی که می‌پرستند هیچ اثر و نفعی بر آنها ندارد. آیا مردم نمی بینند که ما این قادر مطلق که اراده کنیم زمین و اهلش را از هر طرف به مرگ و فنا می کاهیم؟ آیا این خلق عاجز بر ما غلبه توانند کرد؟ ای رسول ما به امت بگو که من شما را به وحی خدا آگاه ساخته و از عذابش می ترسانم، ولی گوش کر و جان جاهل هنگام وعظ و اندرز سخن نمی شنود. و اگر از جانب خدای بر این کافران شمه‌ای از عذاب فرا رسد در آن حال به حسرت و پشیمانی خواهند گفت ای وای بر ما که مردم ستمکاری بودیم. و ما ترازوهای عدل را برای روز قیامت خواهیم نهاد و ستمی به هیچ فردی نخواهد شد و اگر عملی به قدر دانه خردلی باشد در حساب آریم و تنها علم ما از همه حساب گران کفایت خواهد کرد. همانا بام به موسا و برادرش هرون کتاب تورات را عطا کردیم که جدا سازنده میان حق و باطل و روشنی بخش دلها و یادآور متقیان است. متقیان همانهایی هستند که از خدای خود در نهان و آشکار می ترسند و از ساعت قیامت و روز جزا سخت هراسانند. و این قرآن کتابی است با اندرز و تشکر و برکت بسیار که ما آن را برای هدایت و سعادت خلق فرستادیم. آیا شما آن را انکار خواهید کرد؟ و ما پیش از این در زمانی که شرک و کفر جهان را فرا گرفته بود ابراهیم را کاملا به رشد و کمال خود رسانیدیم تا بیرق توحید و خدا پرستی را در عالم برافرازد و ما به شایستگی او بر این مقام دانا بودیم. هنگامی که با پدرش یعنی عمویش و با قومش گفت این مجسمه های بیروح و بت‌های بی اثر چیست که شما به نام خدا می پرستید و بر آن عمری متوقف شده اید؟ آنها ابراهیم را پاسخ دادند که ما پدران خود را بر پرستش این بتان یافته ایم، ما نیز پیروی آنها خواهیم کرد. ابراهیم گفت همانا شما خود و پدرانتان همه سخت در گمراهی بوده و هستید. قوم با ابراهیم گفتند آیا تو بر علیه شرک و اثبات توحید حرف حق و حجت قاطعی داری یا سخنی به بازیچه و هزل میرانی؟ ابراهیم پاسخ داد آری، حرف حق این است که خدای شما همان خدایی است که آفریننده آسمان و زمین است و من بر این سخن به یقین گواهی می دهم. و
و به خدا قسم که من این بت‌های شما را با هر تدبیری توانم در هم می شکنم. بعد از آن که شما برای تفرج و رسوم عید به صحرا رفتید و از بت‌خانه روی گردانیدید، در آن موقع بود که به بت‌خانه شد و همه بت‌ها را در هم شکست بجز بت بزرگ آنها تا در مقام شکایت به او رجوع کنند. در دنباله سوره انبیا از ترجمه فارسی قرآن کریم می رسیم به آیه 58 آن. در اینجا قوم ابراهیم چون از انجام رسوم عید بازگشته و بت‌ها را شکسته دیدند گفتند کسی که چنین کاری کرده همانا بسیار ستمکار است. آنان که لعن بتان را از ابراهیم شنیده بودند گفتند که ما جوانی ابراهیم نام را شنیده ایم که نام بتان را بد یاد می کرد. قوم گفتند او را حاضر سازید در حضور جماعت تا بر این کار او گواهی دهند. ابراهیم را آوردند و به او گفتند ای ابراهیم، تو با خدایان ما چنین کردی؟ ابراهیم در مقام احتجاج گفت بلکه این کار را بزرگ آنها کرده است. شما از این بتان سوال کنید اگر سخن میگویند. آنها با خود فکر کرده و با هم گفتند البته شما که این بتان عاجز و بی اثر را میپرستید ستمکاری، نه ابراهیم که آنها را در هم شکسته است. پس در مقابل حجت ابراهیم همه سربزیر شدند و گفتند تو می دانی که این بتان را نطق و گویایی نیست. ابراهیم گفت آیا خدا را که هر نفعی به دست اوست رها کرده و بتهایی می پرستید که هیچ نفع و ضرری برای شما ندارند؟ لعنت بر شما و بر آنچه به جز خدای یکتا می پرستید، آیا شما عقل خود را هیچ به کار نمی بندید؟ قوم گفتند ابراهیم را بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید، اگر بر رضای خدایان کاری خواهید کرد. پس آن قوم آتشی سخت افروختند و ابراهیم را در آن افکندند. ما خطاب کردیم که ای آتش سرد و سالم برای ابراهیم باش. آتش به خطاب خدا گل و ریحان گردید. باز قوم در مقام کید و کینه او برآمدند و ما کیدشان را باطل کرده و آنها را به سخت ترین زیان و حسرت انداختیم و ما ابراهیم را با برادرزاده اش لوط از شر نمرودیان برهانیدیم و به سرزمین شام که مایه برکت جهانیان قرار دادیم آنها را بفرستادیم و به او یعنی به ابراهیم اسحاق و فرزند زاده اش یعقوب را عطا کردیم و همه را صالح و شایسته مقام نبوت گردانیدیم و آنان را پیشوای مردم ساختیم تا خلق را به امر ما هدایت کنند و هر کار نیکو را از انواع عبادات و خیرات و خصوص اقامه نماز و اداء زکات را به آنها وحی کردیم و آنها هم به عبادت ما پرداختند و لوط را هم مقام علم نبوت و حکم فرمایی عطا نمودیم و او را از شهری که اهلش به اعمال زشت می پرداختند نجات دادیم که آنها بسیار بدکار و فاسق مردمی بودند و لوط را در رحمت خود داخل کردیم زیرا از مردم بسیار صالح و نیکوکار به شمار می رفت. یاد کن ای رسول حکایت نوح را که پیش از لوط و ابراهیم او را به رسالت فرستادیم و قومش راه مخالفت و اسیان پیش گرفتند و وی خدا را به یاری خود خواند، ما هم او و اهل بیتش و گرویدگانش را از بلای سخت طوفان نجات دادیم و او را بر دفع آن قومی که آیات ما را تکذیب کردند نصرت دادیم و آن قوم بدکار کافر را یکسر به طوفان غرق کردیم. و یاد کن ای رسول احوال داوود و سلیمان را وقتی که درباره گوسفندان بیشبانی که مزرعه ای را تباه کردند قضاوت نمودند که از شیرشان صاحب زر به قدر زراعتش استفاده کند و ما بر حکم آنها گواه بودیم و ما آن قضاوت را به سلیمان به وحی آموختیم و به هر یک از سلیمان و داوود مقام حکم فرمایی و دانش عطا کردیم
و کوها و مرغان را به آهنگ تسبیح و نغمه داوود مسخر او گردانیدیم و ما این معجزات را از او پدید آوردیم. و ما به داوود صنعت زره ساختن آموختیم تا شما را از زخم شمشیر و آزار یکدیگر محفوظ دارد. آیا شکر نعمتهای بی حساب الهی را به جا می آورید؟ و بعد تند سیر سرسر را ما مسخر سلیمان گردانیدیم تا با مراد بدان سرزمین شامات که با برکت برای جهانیان کردیم حرکت کند و ما به همه امور عالم و مصالح بندگان داناییم. و نیز برخی از دیوان را مسخر سلیمان کردیم که به دریا غواصی کنند و یا به کار دیگر در دستگاه او بپردازند و ما نگهبان دیوان برای حفظ ملک سلیمان بودیم. و یاد کن ای رسول حال ایوب را وقتی که دعا کرد که ای پروردگار، مرا بیماری و رنج سخت رسیده و تو بر بندگانت از همه مهربانان عالم برتری. پس ما دعای او را مستجاب کردیم و درد و رنجش را برطرف ساختیم و به لطف و رحمت خود اهل و فرزندانش را که از او گرفته بودیم با عده دیگر به مثل آنها باز به او عطا کردیم تا اهل عبادت متذکر لطف و احسان ما بشوند. و نیز یادار حال اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را، و ما آنها را به رحمت خاص خود درآوردیم زیرا آنان از نیکان عالم به شمار می رفتند. و یادار حال یونس را هنگامی که از میان قوم خود غضبناک بیرون رفت و چنین پنداشت که ما هرگز او را در مضیقه و سختی نمی افکنیم. آنگاه در آن ظلمت ها فریاد کرد که الها، خدایی به جز ذات یکتای تو نیست، تو از شرک و شریک و هر عیب و آلایش پاک و منزهی و من از ستمکارانم که بر نفس خود ستم کردم، به حال من ترحم فرما. پس ما دعای او را مستجاب کردیم و او را از گرداب غم نجات دادیم و اهل ایمان را این گونه نجات می دهیم. و یادار حال زکریا را هنگامی که خدا را ندا کرد که بارلاها، مرا یک تن و تنها و مگذار و به من فرزندی که وارث من باشد عطا فرما که تو بهترین وارث اهل عالم هستی. و ما هم دعای او را مستجاب کردیم و یحیی را به او عطا فرمودیم و جفتش را که نازا بود شایسته همسری او و قابل ولادت گردانیدیم زیرا آنها در کارهای خیر تعجیل می کردند و در حال بیم امید ما را می خواندند و همیشه به درگاه ما خاضع و خاشع بودند. و یاد کن مریم را که رحمش را پاک و پاکیزه گردانیدیم و در آن از روح خود بدمیدیم و او را با فرزندش معجز و آیت بزرگ برای اهل عالم قرار دادیم. اینک طریقه واحد و دین یگانه شما آیین پاک اسلام است و من یکتا پروردگار و آفریننده شما هستم. پس تنها مرا پرستش کنید. و امت با این سفارش باز در کار دین بین خود تفرقه و اختلاف انداختند. ولی باز رجوع همه به سوی ما خواهد بود. پس هر کس اعمالش نیکو و دارای ایمان است، سعیش در راه دین ضایع نخواهد شد که ما آن را کاملا می نویسیم و اهل دیاری را که ما هلاک گردانیم دیگر زندگانی بر آنها حرام و هرگز به دنیا یا به ایمان باز نخواهند گشت تا روزی که راه یأجوج و مأجوج باز شود و آنان از هر جانب پستی و بلندی زمین شتابان درآیند. آنگاه وعده حق بسیار نزدیک شود و ناگهان چشم کافران از حیرت فرو ماند و فریاد کنند ای وای بر ما که از این روز غافل بودیم و سخت به راه ستمکاری شتافتیم. و به آن کافران خطاب شود، البته شما و آنچه را که غیر خدا می پرستیدید امروز همه آتش افروز دوزخید و در آن آتش وارد می شوید. اگر این بتان که شما می پرستید به راستی خدایان بودند، به دوزخ نمی شدند.
در صورتی که شما و بتانتان همه در آتش مخلط خواهید بود. آن کافران را در دوزخ زفیر و ناله بسیار دردناکی است و در آنجا هیچ سخنی که مایه امید و نشاط شود نخواهند شنید. و البته مؤمنان آنان که توفیق و وعده نیکوی ما در سرنوشت ازلی بر آنها سبقت یافته از آن دوزخ به دور خواهند بود. آنها هرگز آواز جهنم را نخواهند شنید و به آنچه مشتاق و مایل آنند در بهشت تا ابد متنعمند و هیچگاه هنگامه بزرگ قیامت آنها را محزون نخواهد ساخت و با آنان فرشتگان رحمت ملاقات کنند و گویند این است آن روز سعادت شما که رسولان حق در دنیا به شما وعده می دادند، روزی که آسمانها را مانند تومار در هم پیچیم و به حال اول که آفریدیم باز برگردانیم. این وعده ماست که البته انجام خواهیم داد. و ما بعد از تورات در زبور داوود نوشتیم و در کتاب انبیاء سلف وعده دادیم که البته بندگان نیکوکار من ملک زمین را وارث متصرف خواهند شد. این قرآن برای اهل عبادت تبلیغ رسالت خواهد بود و ای رسول ما تو را نفرستادیم مگر آنکه رحمت برای اهل عالم باشی. ای رسول ما به امت بگو که بر من درست این وحی میرسد که خدای شما خدایی است یکتا، پس آیا شما تسلیم امر او خواهید شد؟ و چنانچه کافران از حق روی گردانیدند به آنان بگو من بر حسب وظیفه رسالت شما را آگاه کردم و دیگر نمیدانم که آن وعده روز سخت قیامت که به شما دادند دور یا نزدیک خواهد بود. همانا خدا به همه سخنان آشکار و اندیشه های پنهان شما آگاه است و خود ندانم شاید این تأخیر عذاب برای شما امتحانی باشد و تمتعی در دنیا تا هنگام مرگ فرا رسد. آنگاه به کیفر کردارتان برسی. رسول گفت الها تو به حق میان ما حکم کن و پروردگار ما همان خدای مهربان است که بر ابطال آنچه شما بر خلاف حق میگویید از او یاری میطلبم که تنها از او در هر کار یاری باید خواست. در اینجا سوره انبیا که شامل 112 آیه بود به پایان رسید. میرسیم به سوره حج که در مدینه نازل شده و مشتمل بر 78 آیه میباشد. به نام خداوند بخشنده مهربان. ای مردمان، خدا ترس و پرهیزکار باشید که زلزله روز قیامت بسیار حادثه بزرگ و واقعه سختی خواهد بود. چون هنگامه آن روز بزرگ را مشاهده کنید، هر زن شیرده طفل خود را از هول فراموش کند و هر آبستن بار رحم را بیفکند و مردم را از وحشت آن روز بی خود و مست بنگری، در صورتی که مست نیستند، لیکن عذاب خدا سخت است. برخی مردم از جهل و نادانی در کار خدا جدل کنند و از پی هر شیطان گمراه کننده روند. در لوح تقدیر چنین فرض و لازم شده که هر کس شیطان را دوست و پیشوای خود سازد وی او را گمراه کند و به عذاب دوزخش رهبر شود. ای مردم، اگر شما در روز قیامت و قدرت خدا بر بعث مردگان شک و ریبی دارید، برای رفع شک خود بدین دلیل توجه کنید و بدانید که ما شما را نخست از خاک آفریدیم، آنگاه از آب نطفه، آنگاه از خون بسته، آنگاه از پاره گوشت تمام و ناتمام، و در این انتقال و تحولات قدرت خود را بر شما آشکار ساختیم و از نطفه ها آنچه را مشیت ما تعلق گیرد در رحم ها قرار دهیم تا به وقتی معین طفلی از رحم بیرون آریم تا زیست کرده و به حد بلوغ و کمال برسد و برخی از شما بمیرد و برخی به سن پیری و دوران ضعف و ناتوانی رسد، تا آنجا که پس از فراگیری دانش و هوش خرف شود و هیچ فهم نکند. دلیل دیگر از ادله قدرت خدا بر معاد آنکه زمین را بنگری، وقتی خشک و بیگیاه باشد
آنگاه باران بران فرو باریم تا سبز و خرم شود و نمو کند و از هر نوع گیاه زیبا برویاند. این آثار قدرت دلیل است که خدای قادر حق است و او البته مردگان را زنده خواهد کرد و او محققاً بر هر چیز تواناست. و محققاً ساعت قیامت به هیچ شکی بیاید و خدا به یقین مردگان را از قبرها برانگیزد. و برخی از مردم از روی جهل و گمراهی و بی هیچ کتاب و حجت روشن در کار خدا جدل می کنند و با تکبر و نخوت از حق اعراض کرده تا خلق را از راه خدا گمراه گردانند. چنین کسی را در دنیا ذلت و خاری باشد و در آخرت عذاب آتش سوزان خواهیم چشانید. این آتش همان اعمال زشتی است که خود از پیش فرستادی و خدا هرگز کمترین ستم در حق بندگان نخواهد کرد. و بعضی از مردم کسی است که خدا را به زبان و به ظاهر می پرستد نه به حقیقت، از این رو هرگاه به خیر و نعمتی رسد اطمینان خاطر پیدا کند و اگر به شر و فقر و آفتی برخورد از دین خدا روی بگرداند. چنین کس در دنیا و آخرت زیانکار است و این زیانش بر همه کس آشکار است. این کافر بدبخت خدا را رها کرده و چیزی را می پرستد که هیچ نفع و ضرری به حال اون ندارد و این حقاً همان گمراهی دور از هر سعادت است. بدبخت خدا را رها کرده و چیزی را که به ضرر نزدیکتر از نفع است می پرستد. وی بسیار بد معبودی یافته و بسیار بد دمسازی اختیار کرده است. همانا خدا آنان که اهل ایمان و نیکوکارند داخل به باغ و بهشت هایی کند که زیر درختانش نهرها جاری است و خدای قادر مطلق هرچه اراده کند خواهد کرد. آن کس که پندارد خدا هرگز او را یعنی رسولش را در دنیا و آخرت یاری نخواهد کرد، وی را بگو که پس تنابی به سقف آسمان دراویز و به گردن افکند، سپس تناب را ببر، آنگاه بنگر که آیا این حیله و کیده او خشمش را از بین میبرد و جز به زیان او اثری در عالم دارد. و ما همچنین مانند سایر کتب آسمانی آیات روشن این قرآن بزرگ را برای هدایت خلق فرستادیم و خدا به این آیات هر که را بخواهد هدایت می کند. البته بین اهل ایمان و یهود و ستاره پرستان و نصاری و جبر، آنان که به خدا شرک آوردند، محققا روز قیامت میان آنها خدا جدایی افکند که او بر احوال همه موجودات عالم بصیر و گواه است. آیا به چشم بصیرت مشاهده نکردی که هرچه در آسمان ها و در زمین است و خورشید و ماه و ستارگان و درختان و جنبندگان و بسیاری از آدمیان همه با کمال شوق به سجده خدا و اطاعت او مشغولند و بسیاری از مردم هم در اثر کفر و عصیان مستوجب عذاب حق شوند و هر که را خدا خار و ذلیل گرداند دیگر کسی او را عزیز و گرامی نتواند کرد، که البته خدای مقتدر حکیم به هر چه مشیت کامله اش تعلق گیرد خواهد کرد. این دو گروه مؤمن و کافر که در دین خدا با هم به جدال برخاستند مخالف و دشمن یکدیگرند و کافران را لباسی از آتش دوزخ به قامت بریده اند و بر سر آنان آب سوزان حمیم جهنم ریزند تا پوست بدنشان و آنچه در درون آنهاست به آن آب سوزان گداخته شود و گرز گران و عمودهای آهنین بر سر آنها مهیا باشد. هرگاه خواهند از دوزخ بدر آیند و از غم و اندوه آن نجات یابند، باز فرشتگان عذاب آنان را به دوزخ برگردانند و گویند باز باید عذاب آتش سوزان را بچشید. آنان که ایمان به خدا آوردند و نیکوکار شدند
البته خدا همه را در بهشت‌هایی داخل گرداند که زیر درختانش نهرها جاری است و در آنجا طلا و مروارید بر دست زیور بندند و تن به جامه حریر بیارایند و به گفتار خوش و طریق پسندیده هدایت شوند و آنان که به خدا کافر شده و مردم را از راه دین خدا منع می کنند و نیز از مسجد الحرامی که ما حرمت احکامش را برای اهل آن شهر و بادیه نشینان یکسان قرار دادیم مانع مردم می شوند و کسی که در آنجا اراده الحاد و تعدی کرده و به خلق ظلم و ستم کند همه را عذاب دردناک می چشانیم. و یاد آور ای رسول که ما ابراهیم را در آن بیت الحرام تمکین دادیم تا با من هیچ انباز و شریک نگیرد و به او وحی کردیم که خانه مرا برای طواف حاجیان و نمازگزاران و رکوع و سجود کنندگان از لوث بتان پاک و پاکیزه دارد و مردم را به اداء مناسک حج اعلام کن تا مردم پیاده و سواره و از هر راه دور به سوی تو جمع آیند تا در آنجا منافع بسیار برای خود فراهم بینند و نام خدا را در ایامی معیم یاد کنند که ما آنها را از حیوانات بهائم شتر، گوسفند و غیره روزی دادیم تا از آن تناول کرده و فقیران بیچاره را نیز طعام دهند. سپس بازگو تا مناسک حج و حلق و تقصیر به جا یارند، یعنی سر بتراشند و ناخن و موی بسترند تا از احرام بدر آیند و بهر نذر و عهدی که در حج کردند وفا کنند و طواف کعبه را گرد خانه عتیق بیت الحرام به جا یارند. این است احکام حج و هر کس اموری را که خدا حرمت نهاده بزرگ و محترم شمارد البته مقامش نزد خدا بهتر خواهد بود. و چهار پایان غیر آنچه تلاوت خواهد شد همه برای شما حلال گردید و از پلید حقیقی یعنی بت‌ها اجتناب کنید و نیز از قول باطل دوری گزینید و خاص و خالص بی هیچ شائبه شرک خدا را پرستید که هر کس به خدا شرکارد در عجز و بیچارگی بدان ماند که از آسمان در افتد و مرغان در فضا بدنش را با منقار برو بایند یا بادی تند او را به مکانی دور درفکند. این است سخن حق و هر کس شعائر دین خدا را بزرگ و محترم دارد خوشا بر او که این صفت دلهای با تقواست. این شعائر و احکام الهی تا وقت معین به صلاح و منفعت شماست، آنگاه محل هدا و سایر مناسک حج حرم و خانه کعبه است و ما برای هر امتی شریعت و معبدی مقرر فرمودیم تا به ذکر نام خدا پردازند که آنها را از حیوانات بهائم یعنی گاو و گوسفند و شتر روزی داد. پس بدانید که خدای شما خدایی است یکتا، همه تسلیم فرمان او باشید و ای رسول ما تو متواضعان و خاشعان را بشارت ده، آنهایی که چون یاد خدا کنند دلهایشان هراسان شود و هرچه مصیبت بینند صبور باشند و نماز بپا دارند و از آنچه روزیشان کردیم انفاق می کنند. قربان کردن شتران فربه را از شعائر حج مقرر داشتیم که در آن قربانی برای شما خیر و صلاح است. پس هنگام ذبح آن تا بر پا ایستاده نام خدا را یاد کنید و چون پهلویش به زمین افتد از گوشت آن تناول نموده و به فقرا هم اطعام کنید. خدا این بهائم را مسخر و مطیع شما ساخته تا شکر نعمتهای خدا به جای آرید و بدانید که هرگز گوشت این قربانی ها نزد خداوند به درجه قبول نمی رسد، لکن تقوای شماست که به پیشگاه قبول او خواهد رسید و این بهائم را مسخر شما ساخته تا خدا که شما را هدایت فرمود تکبیر و تسبیح گویید و تو ای رسول نیکوکاران را بشارت ده.
خدا مؤمنان را از هر مکر و شر دشمن نگاه می دارد که خدا هرگز خیانتکار ناسپاس را دوست نمی دارد. رخصت به جنگجویان اسلام داده شد، زیرا آنها از دشمن ستم کشیدند و خدا بر یاری آنها قادر است. آن مؤمنانی که به ظلم کفار به ناحق از خانه هایشان آواره شده و جز آنکه می گفتند پروردگار ما خدای یکتاست جرمی نداشتند، و اگر خدا رخصت جنگ ندهد و دفع شر بعضی از مردم را به بعضی دیگر نکند، همانا صومعه ها و دیرها و مساجدی که در آن نماز و ذکر خدا بسیار می شود همه خراب و ویران می شد، و هر که خدای را یاری کند البته خدا او را یاری خواهد کرد که خدا را منتهای اقتدار و توانایی است. آنان که خدا را یاری می کنند آنهایی هستند که اگر در روی زمین به آنان اقتدار و تمکین دهیم نماز به پا می دارند و زکات به مستحقان می دهند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و می دانند که عاقبت کارها به دست خداست. و اگر کافران امت تو را تکذیب کردند، افسرد خاطر مباش که پیش از اینان قوم نوح و عاد و ثمود نیز تکذیب کردند و همچنین قوم ابراهیم و لوط و نیز قوم شعیب، اصحاب مدین، همه رسولان خود را تکذیب نمودند و موسی نیز تکذیب شد، و ما هم کافران را برای امتحان مهلت دادیم، سپس آنها را به عقوبت گرفتیم، و چقدر مؤاخذه من از کافران سخت خواهد بود. چه بسیار شهر و دیاری که ما اهلش را در آن حال که به ظلم و ستم مشغول بودند خاک هلاک نشانیدیم، و اینک آن شهرها از بنیاد ویران است، و چه چاه و قنات‌های آب که معطل بماند، و چه قصرهای عالی بی صاحب گشت. آیا این کافران در روی زمین به سیر نمی روند تا دلهاشان بینش و هوش یابد و گوششان به حقیقت شنوا گردد؟ که این کافران را چشم سر گرچه کور نیست، لکن چشم باطن و دیده دلها کور است. ای رسول ما، کافران به سخریه از تو تقاضای تعجیل در عذاب می کنند و هرگز وعده خدا به عذاب آنان خلف نخواهد شد، و همانا یک روز نزد خدا چون هزار سال به حساب شماست. و بسا شهر و دیاری که به اهلش با اینکه ستمکار بودند مهلت دادیم تا روزی آنها را به انتقام گرفتیم، و بازگشت خلق به سوی من است. ای رسول ما، بگو که ای مردم، من برای شما رسول ترساننده مشفقی بیش نیستم. پس آنان که به خدا ایمان آوردند و نیکوکار گردیدند، بر آنها آمرزش حق و رزق با لطف و کرامت است، و آنان که در رد و انکار آیات ما سعی و کوشش کردند، آنها اهل آتش دوزخند. و ما پیش از تو هیچ رسول و پیغمبری نفرستادیم جز آن که چون آیاتی برای هدایت خلق تلاوت کرد. شیطان در آن آیات الهی القاء دسیسه کرد، آنگاه خدا آنچه شیطان القا کرده محو و نابود می سازد و آیات خود را تحکیم و استوار می گرداند، و خدا دانا به حقایق امور و درست کار در نظام عالم است. تا خدا به آن القاعات شیطان کسانی را که دلهاشان مبتلا به مرض نفاق و شک یا کفر و قساوت است بیازماید، و همانا کافران و ستمکاران عالم سخت در شقاوت و دور از نجات می باشند. و تا آنکه اهل علم و معرفت به یقین بدانند که این آیات قرآن به حق از جانب پروردگار تو نازل گردیده که بدان ایمان آورند و دلهاشان پیش آن خاضع و خاشع شود، و البته خدا اهل ایمان را به راه راست هدایت فرماید. و آنان که کافرند در این که نزول قرآن از جانب خداست همیشه شک دارند، تا
تا وقتی که ساعت مرگ یا قیامت فرا رسد یا عذاب آن روز بد بر آنها فرود آید. در آن روز سلطنت و حکم فرمایی تنها مخصوص خداست، پس آنان که کافر شده و تکذیب آیات خدا کردند آنها را عذاب خار و ذلت است. و آنان که در راه رضای خدا از وطن خود هجرت گزیده و در این راه کشته شدند یا مرگشان فرا رسید، البته خدا رزق و روزی نیکویی در بهشت ابد نصیبشان می‌گرداند که همانا خداوند بهترین روزی دهندگان است. خدا آنها را در بهشت منزلی عنایت کند که بسیار بدان خوشنود باشند و همانا خدا دانا و بردبار است. سخن حق این است و هر کس به همان قدر ظلمی که به او شده در مقام انتقام براید و یا باز بر او ظلم شود، البته خدا او را یاری می کند و همانا خدا را از گناه خلق عفو و آمرزش بسیار است. این است که خدا شب تار را در روز روشن پنهان می کند و روز روشن را در شب تار، و خدا به صدای عالم شنوا و به دقایق امور آن بیناست. حقیقت این است که خدای یکتا حق مطلق است و هرچه جز او خوانند باطل صرف است، و علو و مقام و بزرگی شأن مخصوص ذات پاک پروردگار است. ای بشر، آیا ندیدی که خدا از آسمان آب فرو بارید که زمین را سبز و خرم کرد؟ که همانا خدا را با خلق عنایت و لطف است و به دقیق ترین امور عالم پروردگار آگاه است. آنچه در زمین است همه ملک خداست و تنها خداست که از همه عالم بی نیاز و به همه اوصاف کمال آراسته است. ای بشر، ندیدی که هرچه در زمین است خدا مسخر شما گردانید و کشتی به فرمان او در دریا سیر می کند و آسمان را دستور او نگه داشته که بر زمین نیفتد، که همانا خدا درباره بندگان بسیار رؤوف و مهربان است. اوست خدایی که شما را اول بار زنده کرد و دیگر بار بمیراند. با این آیه بزرگ باز انسان بسیار ناسپاس و کافرکیش است. و ما برای هر امتی پرستشگاهی مقرر کردیم تا به خدا توجه کنند. پس ای رسول، نباید مردم در امر کعبه و قربانگاه و سایر دستورهای الهی با تو به منازعت برخیزند، و تو خلق را به سوی خدا دعوت کن که خود به راه راست و هدایت کامل هستی. و اگر کافران با تو جدل و خصومت کنند، آنها را بازگو خدا به آنچه می کنید بهتر آگاه است. خدا میان شما در آنچه خلاف و نزاع می کنید روز قیامت حکم خواهد فرمود. ای بشر، آیا نمی دانی که خدا از آنچه در آسمان ها و زمین است آگاه است؟ و این جهان و همه حوادث آن در کتاب علم خدا محفوظ و مستور است؟ و این نگهبانی بر خدا کاری بسیار سهل است؟ و این مشرکان خدا را رها کرده و چیزی غیر او را می پرستند که بر پرستش آن نه دلیل و برهانی دارند و نه علم و بصیرتی، و هرگز ستمکاران را در جهان یار و یاوری نخواهد بود. و هرگاه بر این کافران معاند آیات روشن ما تلاوت شود، در چهره آنها به حدی اثر مخالفت و انکار مشاهده کنی که نزدیک است از فرط غضب بر مؤمنانی که آن آیات را قرائت می کنند حمله بر شوند. ای رسول ما، به آنها بگو شما را به عذابی بدتر از این خبر دهم، آن آتش دوزخ است که قهر خدا به کافران وعده داد و آنجا بسیار بد جایگاهی خواهد بود. ای مردم مشرک کافر، بدین مثل گوش فرا دهید که بت‌های جماد که بدون خدا معبود خود می‌خوانید، هرگز بر خلقت مگسی هر چند همه اجتماع کنند قادر نیستند، و اگر مگس ناتوان چیزی از آنها بگیرد قدرت برای بازگرفتن آن ندارند. بدانید که طالب و مطلوب، یعنی بت و بت پرست یا عابد و معبود، یا مگس و بتان، هر دو ناچیز و ناتوانند.
در اینجا سوره حج تا آیه 72 آن به پایان می رسد. در نوار 16 از ترجمه قرآن کریم از آیه 73 سوره حج برای شما خواهیم خواند. به امید پروردگار بزرگ.